سلام، مهشید ندیری هستم. به برنامه روی خط خوش اومدیم. 31 تیر ماه یعنی پایان همین هفته آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی در ایرانه. در روزهای پایانی این سال مالی برخی از مسئولان و صاحب نظران درباره مالیات مسائلی رو مطرح کردن، از جمله علی بنایی عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگه تحقق نظام مالیاتی نقشی چشمگیر در پایداری امنیت ملی خواهد داشت و با دریافت مالیات دولت‌ها به مردم متکی میشن و این اتکای مالی موجب پاسخگویی دولت میشه. معاون سازمان امور مالیاتی کشور نیز گفته احتمالاً حدود 30% معاملات در کشور از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. حسین وکیلی به خبرگزاری فارس گفته است مالیات حقوق حدود 15%، مالیات کسبه حدود 8% و مالیات اشخاص حقوقی حدود 70% مالیات‌های مستقیم هستند. مالیات یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت ها در کشورهای پیشرفته محسوب میشه، تا جایی که 90-95% درآمدهای دولتی برخی از کشورها از طریق مالیات تامین میشه. اما در ایران بر اساس گزارش بانک مرکزی و پیش بینی های انجام شده در سال 89 قرار بود 28% بودجه کشور از طریق مالیات تامین بشه که تاکنون رقم مشخصی در ارتباط با مالیات تحقق یافته یا دریافت شده از سوی دولت منتشر نشده. در برنامه امشب همراه شما و هادی زمانی اقتصاددان نگاهی داریم به نظام مالیاتی در ایران و فواید و مضرات این نظام. ماندانا تدیون هم مثل هر شب نظرات شما رو در وبلاگ، فیسبوک و ایمیل ما در طول برنامه منعکس میکنه. همطور منتظر هستیم که از طریق تلفن روی خط بیاین و در این بحث شرکت کنید. اگر می‌خواهید روی خط باشید با شماره تلفن 202-692-4376 تماس بگیرید. روی خط @voanews.com و روی خط @blogspot.com دو راه دیگر تماس با برنامه ماست. بله ماندانا تدیون اینجاست. ماندانا بگو که امروز چه خبر بوده، بینندگان اون چه نظری داشتن در مورد مالیات؟ مهشید اگه بخوام نظر بیننده رو خلاصه کنم، تقریبا همه کسایی که نظر دادن با پرداخت مالیات مخالف نیستن، ولی میگن اگر این مالیات ها در واقع خرج کشور بشه و مردم ببینن که خرج خودشون میشه، در واقع مخالف نخواهند بود با پرداخت مالیات. یکی از این افراد که خودش البته معرفی نکرده توی وبلاگ روی خط گفته که پرداخت مالیات خوبه در صورتی که از همه به صورت عادلانه گرفته بشه و صرف کارهای عامل منفعه بشه و همه مردم از اون سود ببرن. در ادامه نوشته که متاسفانه در ایران فقط قشر کارمند و کسبه که دولت برای مالیات گرفتن دستش به اونها میرسه مالیات پرداخت میکنن. کسانی که با استفاده از هرج و مرج اقتصادی ثروت‌های نجومی کسب میکنن و خود دولتی‌ها کار اقتصادی میکنن مالیات پرداخت نمیکنن. علاوه بر این مالیات پرداختی مردم به سوریه، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی و غیره سرازیر میشه بدون اینکه مردم ایران ازش بهره‌ای ببرن. بیننده دیگری به نام شهرام هم در وبلاگ ما نوشته که در ایران نسبت به درآمد و مخارج با اروپا و آمریکا خیلی فرق داره. تو ایران با درآمد ماهی 500,000 تومان گوشت کیلویی 20,000 تومان و سیب کیلویی 2,000 تومان رو داریم. یعنی ملت بدون اینکه بدونن دارن مالیات خیلی خیلی سنگینی میدن. در صورتی که نسبت درآمدها و مخارج عادلانه تر بشه، اون موقع مالیات خیلی هم میتونه مفید باشه. اینها چند نظر از وبلاگ ما بود. توی ایمیل ها هم نظری داریم از مهدی از تهران. مهدی گفته که اتفاقا نظام ولایت فقیه علاقه شدیدی به دریافت مالیات از مردم داره، ولی اکثر مردم به چند جهت در پرداخت مالیات نفعی برای خود نمیبینن، لذا به پرداخت مالیات علاقه ندارن، چون که رژیم اطلاعات کافی در مورد چگونگی هزینه کردن مالیات نداره. مردم به نظام اصلا اعتماد ندارن و نظام رو از خود نمیدونن و کم اثر بودن درآمد مالیاتی نظام بر سفره های مردم. مهدی در ادامه نوشته که اما فرهنگ و نگرش به مالیات در کشوری با اقتصاد نوین و نابیمار
و سیستم حکومتی منتخب مردم و پاسخگو درست برعکس فرهنگ مالیاتی در ایران هست، لذا جامعه به درستی اهمیت خاص برای مالیات قائل شده. بیننده دیگری به نام سوشیانس در ایمیل خودش نوشته که در سیستم هایی که یک گروه همه چیز رو قبضه کرده و رأی مردم هیچ نقشی نداره، امکان شفاف سازی در سیستم مالی کلان کشور نیست. در نتیجه مشخص نمیشه که چقدر درآمد داشتیم و این درآمد کجا هزینه شده. برای فعال شدن سیستم مالیاتی کشور، اول باید درآمدها و هزینه ها رو در سایت ریاست جمهوری مشخص کرد، سپس به سراغ مردم ستمدیده رفت. و بهارانه در ایمیل خودش گفته که نقش مالیات در اداره یک کشور روشن هست، آنچه مانع از پرداخت به موقع درست میشه میتوان در این دو مورد خلاصه کرد، و این دو مورد رو نبودن قانون درست برای محاسبه و محاسبه کارشناسی نشده و میلی و عدم اعتماد به دولت از سوی مردم به خاطر عدم شفافیت و رو راست نبودن با مردم دونسته. این بود نظرهای این بخش ما. مشید، بله، و بازم نظرات دیگه ای هم حتما داریم. حتما که در ادامه مخصوصا در فیسبوک خیلی نظر داریم که حالا بعد که اومدم گفت مرسی. اما در اینجا وفا آذربهاری در گزارشی که میبینید نگاهی داره به وضعیت پرداخت مالیات در ایران. دولت‌ها به کرات رهایی از اقتصاد نفتی را در بهبود وضعیت اخذ مالیات عنوان کردند، هرچند هیچگاه این آرمان تحقق نیافته است. به تازگی آقای احمدی نژاد در دیدار با کارگزاران مالیاتی کشور در هفته فرهنگ مالیاتی درآمدهای مالیاتی را سالم‌ترین و بهترین راه برای اداره کشور توصیف و خاطر نشان کرد هر کس به هر نسبتی بهره می‌برد باید هزینه اش را بدهد. این کار چطور ممکن است عملی شود زمانی که راه های فرار مالیاتی در ایران زیاد است و نهادهای شبه دولتی که تعدادشان هم کم نیست از پرداخت مالیات یا تفره می روند یا اصلاً مالیاتی نمی پردازند. یادمان باشد که مالیات در ایران بر اساس برآورد از اصناف انجام می گیرد و برای همه کم و بیش یکسان است. یعنی ممکن است شرکتی که دچار زیان شده مالیاتی برابر با شرکتی که سود کلان برده است پرداخت کند. به عبارتی تر و خشک با هم می سوزند. این را هم نباید فراموش کنیم که بنابر گزارش ها 41% تولید ناخالص داخلی هنوز مالیات نمی پردازد. اساساً سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی از 7% فراتر نمی رود و قرار است در شرایط ایدئال آن هم تا پایان برنامه پنجم توسعه به 10% برسد. در این حال بر اساس قانون برخی خبرنگاران و هنرمندان نیز از پرداخت مالیات به کل معاف هستند. تازه برخی از افراد با اشاره به باورهای دینی خود و پرداخت خمس و زکات برای فرد مسلمان اصولاً اخذ مالیات را برخلاف اصول اسلام می دانند. وفا آذربهاری، صدای آمریکا. خب در ادامه برنامه منتظر تماس‌های شما هستیم با شماره‌ای که روی صفحه گیرندتون می‌بینید، با ما در ارتباط باشید. تلفن‌های شما رو جواب خواهیم داد. اما امشب آقای هادی زمانی، دکترای اقتصاد از دانشگاه لندن و نویسنده مقالات و کتاب‌های متعدد به انگلیسی و فارسی از جمله ایران دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار، ایران فرصت‌ها و چالش‌های جهانی شدن، به عنوان کارشناس همراه ما هستند. آقای زمانی، ضمن سلام و خوش آمد به شما. در ابتدا مختصری از فلسفه مالیات برامون بگید، برای اینکه بحث رو باز بکنید و اینکه چرا اصولا دولت‌ها از مردم مالیات می‌گیرن. بله، سلام به شما. فلسفه اصلی مالیات به تو اصلی ترینش این هستش که خب دولت یک سری خدماتی به جامعه ارائه میده که هزینه اونو نمیتونه از طریق نظام بازار تامین بکنه. مثلا تامین، مثلا فرض بکنید تامین امنیت رو در نظر بگیرید، این مستلزم ارتش،
نمیدونم پلیس، دستگاه قضایی، زندان‌ها هستش و وقتی که امنیت تولید شد یه کالای عمومیه که همه به طور اتوماتیک از اون بهره مند میشن، در نتیجه دولت نمیتونه هزینه‌اش رو از مردم از طریق بازار بگیره، در نتیجه میاد کاری که میکنه از طریق نظام مالیاتی هزینه‌اش رو تامین میکنه. توی اقتصادهای مدرن علاوه بر این موارد دیگه هم وجود داره. برای مثال دولت به خاطر ملاحظات توسعه و عدالت اجتماعی سطح حداقلی از رفاه رو تضمین میکنه، مثلا از طریق آموزش اولیه رایگان یا بهداشت اولیه، و هزینه این امور رو از اونهایی که پول بیشتری دارن از مردم میگیره. یا در مواردی که ساختار اقتصادی ضعیف هستش، مکانیزم بازار هنوز به اندازه کافی رشد نکرده، در برای تسریع روند توسعه در بخشی از زیرساختها سرمایه گذاری میکنه و بخشی از این سرمایه هزینه رو از مردم میگیره. مورد دیگه مربوط به کالاهایی میشه که مصرف اونها دارای جوانب منفی ناخواسته هم هستند. برای مثال مصرف بنزین هوا رو آلوده میکنه، در نتیجه دولت برای تنظیم مصرف اون و همینطور گرفتن هزینه‌ای که آلودگی به وجود میاره از مردم مالیات میگه. مورد آخرش هم مربوط به سیاست تنظیم اقتصادی میشه که بتونه از طریق سیستم مالیاتی روی برنامه های اقتصادی رو تنظیم بکنه، نرخ رشد کار رو بالا ببره، نرخ تورم رو پایین بیاره و غیره. بله ممنونم از شما. اجازه بدید آقای هوشنگی از آلمان روی خط هستن، ببینیم نظر ایشون در مورد مالیات چیه. با درود فراوان خدمت سرکار و همینان عزیزم. همینطور که دکتر فرمودن، خب مالیات ایشون توضیح دادن برای کی، ولی من می‌خواستم فقط یک چیز اینجا بیان بکنم به اینه که تا زمانی که دولت ایران تا زمانی که آقای خامنه ای میاد الان به سوریه 6 میلیارد دلار کمک میکنه که مردم خودش بکشه، تا زمانی که ایران تمام تروریسم دنیا رو با پول خودش اونها رو سرپا نگه میداره و اونها کمک میکنه، من از تمام هممیهنان عزیزم میخوام تا اونجا که میتونن مالیات ندن، یک شای مالیات به این دولت دزد جنایتکار ندین. آقای هوشنگی، بله، شما در آلمان مالیات میدید؟ اینجا آلمان کسی مالیات نده پدرش در میاره میبرن از زمین. بله، شما فکر میکنید چرا مردم ساختن بهش هر صبح درست میشینن چیکار کنن که بچه‌ها در رفاه باشن، چیکار کنن که پیرمرد در رفاه باشن، چیکار کنن که سرمایه گذاری کنن، ولی در ایران اصلا از این حرفا نیست قربون برن. بله، من همین سوال رو میخواستم بپرسم که شما فکر میکنید در آلمان چه شرایطی هست که مردم اعتماد دارن و به دولت مالیات میدن اما در ایران اینطور نیست؟ که مردم میبینن اتوبان ها رو میبینن، مردم ساختمان ها که ساخته میشه میبینن، مردم تشکیلات میبینن، مردم اصلا مردم آلمان واقعا الان به این رشد رسیدن به خاطر اینکه مالیاتشون به موقع میپردازن، چون میدونن که دولتشون هم کرکت هست، دولت هم برای اونا میسازه، اینه که مرتب این کار ادامه داره. کس به یه آلمانی بخواد یه روزم دیرتر بده در میبرنش زندان. بله ممنونم از تماس شما آقای هوشنگی از آلمان بودن. محمد از تهران شما روی خط هستید. سلام. سلام، خسته نباشید، با عرضه موفقیت داره شما و همکاراتون آقای دکتر. خواهش میکنم، بفرمایید. عرضم به حضورتون که ما مالیات میدیم در کلیه قبوز قبض آب و برق و تلفن و گاز و اینها، مالیاتی افزوده شده به فلا رقمی که پرداخت میشه و به قول آقای هوشنگی ما از طریق به فلا اتومبیل اون که خب روزا خوابیده در خونه، در روز یک ساعت هم بیشتر نمیتونیم ببریم بیرون، طرح ترافیک گذاشتن. عرضم به حضورتون سالیانه مالیات های هنگفتی بابت همین باید بدیم، به خاطر اینکه خود رو خریدیم گذاشتیم در خونه فقط استهلاک به هم بزنه. بله. شما فکر میکنید که چه شرایطی باید فراهم بشه که مردم بتونن به دولتشون اعتماد کنن و مالیات بپردازن با خیال راحت؟ به نظر من به این دولت هیچ جور نمیشه اعتماد کرد، چون من بارها شده با این دولت کار کردم و معذرت میخوام کتکش خوردم، فقط چیزی نصیبم نشده، الان 50 خورده سنمه، از اول انقلاب کار کردم، جبهه بودم، همه کاری انجام دادم، ولی تنها چیزی که نصیب ما شده
فقط کتک خوردن بوده، زجر بوده، غیر از این هیچی دیگه. بله، ممنونم از تماس شما. محمد از تهران بود، اسفندیار از ایران شما روی خط هستید. سلام. الو. بله سلام، خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمید. اسفندیار، بله اسفندیار زادران ارتباطش قطع شد، اما بابک از تهران هم روی خط هست. بابک سلام، بفرمایید نظر شما رو میشنویم در مورد سیستم مالیاتی ایران. سلام بر شما خانم ندیری و سلام بر مهمان گرامی برنامه شما. خواهش میکنم. هر طبق که ببینید بهترین راه تنظیم بودجه سالانی برای هر دولت اینه که مجموعه درآمد دولت از منابع مالیات مردم باشه و کلیه مصارف وجود حکومت از طریق مالیات سالانه تامین بشه. اگر چنین بشه، در چنین حالتی دولت از نظر اقتصادی وابسته به مالیات مردم میشه و مجبوره که در مقابل خواستهای سیاسی و صنفی ملت پاسخگو باشه. در چنین حالتی اگر دولت مقابل مردم بایسته، مردم میتونن مالیاتو ندن، میتونن اعتصاب کنن، دولتو به جانو در بیارن. ولی مهم اینه که در کشور ما حکومت‌ها با داشتن درآمد نفت حاضر نیستن که منابع دولت رو، مصارف دولت رو از طریق مالیات اخذ کنن. این درصد کوچیکی هم که مالیات در کشور ما گرفته میشه، ببینید مالیات بودجه دولت به طور کلی از مالیات، نفت و سایر و یه قسمتش هم از درآمدهای نامشروع مالیات. ببینید بنیادها و تشکیلات و شرکت هایی که وابسته به حکومت هستن، وابسته به سپاه و علی فقیه، اینا اصلا در هیچ مجمعی پاسخگو نیستن، اصلا مالیات نمیدن. بخشی از قدرت های سیاسی که اقتصاد دارن، اینا هر کدومشون در وزارت دارایی نیرو دارن، اون مجمع قوانین مالیاتی ایران یک کلاشریه برای فرار این مالیات ها. میمونه بخش خصوصی، بخش خصوصی این وزیر دارایی، سرممیزها و ممیز مشاورین کل وزیر، اینا به چه بخش خصوصی، ممیزهای بخش خصوصی میگن که آقا شما 10 تا 20 تا شرکت زیر نظرته، من این اندازه مالیات از تو میخوام دیگه. این کاری نداره، اون شرکت بیچاره واقعا سود داره، درآمد داره، کاری با این نداره. یه بهانه میاری، دفاتر شرعت میکنه مالیاتو ازش. ببین این قسمت که مالیات میگیره از بخش خصوصی دولت میگیره، قسمتش رو هم باور بفرمایید، من اینه که کفه دستن دارای ایرانو میشناسم، از طریق نامحسوس الان در خیابان شهید مختاری اداره مالیات غرب تهران و در شرق تهران و در مرکز تهران شعا ممیزایی هستن که اینا ممیز کارشناس دارایی هستن، رئیس واسوشون در توپخانه است، در مرکز مالیات. اینا از طریق کنترل خانه های افاف دارن کسب درآمد میکنن برای وزارت دارایی به این شکل. این از بودجه اصلی اینا. اینا یه بودجه فرعی هم دارن به موازات همین بودجه، اینا به موازات وزارت اطلاعات سازمانه موازی دارن، هزینه ها دارن برای لباس چختی ها، برای سرکوب مردم، برای شیعه کردن مسلمان ها در سایر کشور ها، برای حماس، برای حزب الله لبنان. ببین منابع درآمد این قسمت از اینا از بخش قاچاق مواد مخدر، خالی کردن حساب ذخیره ارزی، از خانه های افا عرض کنم که قاچاق انسان از این طریق تامین میکنن و این وجود، این بودجه دوم را درآمدشو از این منبع اینه. حالا شما سوال دارید، من در خدمتتون هستم. ممنونم. شما خودتون شغلتون چیه؟ چطور مالیات پرداخت میکنید؟ یعنی مالیاتتون رو کامل پرداخت میکنید؟ من حسابدار هستم. بله شما یعنی مالیات ها رو در واقع حساب میکنید، مالیات های دیگه هرانو. بله من اصلا یعنی کف دستان دارایی رو میشنستم، بخش اعظم مالیات که دولت میگیره از طریق نامشروس از اون موحدان نشستن جا خانه افاق را کنترل میکنن، حسابش رو نگه میدارن و درآمدش میبینه میزه تصف دارایی. و این شیوه رسمن از زمان دولت رفسنجانی که سپاه پاسداران وارد اقتصاد کشور شد، عملا به دستور خود هاشمی رفسنجانی این شیوه در وزارت دارایی ایران ابداع شد. بله ممنونم از تماس شما آقای بابک از تهران. اما همراه هستیم با آقای هادی زمانی از لندن، اقتصاددان. آقای زمانی شما بفرمایید، با توجه به صحبت‌هایی که شنیدید از بینندگان برنامه روی خط، چه شرایطی باید فراهم باشه که مردم بتونن به دولت‌ها اعتماد بکنن و مالیات بپردازن؟ خب ببینید، خوشبختانه بینندگان شما بخش عمده مطالب رو گفتن و کار من رو راحت کردن. در مجموع در ایران نظام مالیاتی کارآمد نیستش و اون نقشی رو که باید در اقتصاد ایفا بکنه ایفا نمی کنه.
این دلایل متعددی داره. از یک طرف دولت به دلیل اینکه 80% درآمدش از طریق از کانال درآمدهای نفته نیازش به دریافت مالیات کمتره و انگیزش برای بهبود سیستم مالیاتی پایینه. این پیامدهای سیاسی بسیار جدی هم داره. یکی از اونها این استش که دولت خودش رو به جای اینکه پاسخگو به دولت بدونه، خادم مردم بدونه، مستخدم مردم باشه، در خودش رو آقای دولت مردم میدونه و میخواد با بالا سر اونها باشه چون نیازی نداره به درآمدهای مالیاتی. از طرف دیگه سوی دیگه معادله این استش که مردم به دلیل سابقه طولانی چند سده‌ای استبداد از یک طرف و از طرف دیگه به دلیل فساد بسیار گسترده دستگاه دولتی و همینطور پایین بودن کارایی در نظام دولتی، دولت از خودشون نمیدونن و میل و رغبت به مالیات دادن ندارن. احساس میکنن که اگر مالیات بدن این مالیات ها، این پول ها در دستگاه دولتی گم میشه، صرف پروژه های نادرست میشه، صرف پایین بودن کارایی دولت میشه، اون زیان هایی که در اثر سوء مدیریت و پایین بودن کارایی دولت هستش صرف اونها میشه و بخش بزرگی هم در فساد دستگاه دولتی از بین میره. این هم باعث میشه که ظرفیت خود دولت خودشون ندونن، ظرفیت مالیات دهی پایین باشه. یعنی از یک سو دولت نیازش به مالیات گرفتن کمه و از سوی دیگه مردم هم به دولت اطمینان ندارن. خب حالا آقای زمانی، الان در حال حاضر وقتی به هر حال درآمد نفتی در ایران وجود داره، شما فکر میکنید که دولت ایران یا دولت‌های ایران آیا باید مسئله مالیات گرفتن رو در رأس قرار بدن و بهش بیشتر توجه بکنن یا نه چون نفت وجود داره، درآمدهای نفتی وجود داره، این مسئله تأثیری روی اقتصاد نداره؟ نه، باید بهش توجه بکنن، هم به خاطر ملاحظات کوتاه مدت، هم به خاطر استقرار دموکراسی و ایجاد یک جامعه سالم. تا موقعی که دولت آقا با سر جامعه باشه، به مردم پاسخگو نداشته نباشه، ما دولت وضعیت خوبی سیاسی و اقتصادی خوبی نخواهیم داشتش. و این نفت هم با توجه به اینکه جمعیت داره سریع رشد میکنه، در آینده دیگه درآمدش کفافگوی پاسخگوی اقتصاد نخواهد بودش و دولت به مرور زمان و به اعتقاد من با سرعت وابسته مالیات خواهد شدش و ناچار خواهد بودش که سیستم مالیاتی رو درست بکنه. بله، ممنونم از شما. امیر از تهران شما روی خط هستید. سلام امیر. الو. بله بفرمایید. خواهش میکنم. سلام. خسته نباشید. سلامت باشید. بفرمایید نظرتون چیه در ارتباط با سیستم مالیاتی ایران؟ بله، خسته نباشید. هم شما هم مهمون محترمتون. از کنم خدمت تو، نظر من همه باید مالیات پرداخت کنن. بله بله، از نظر من خب مالیات یکی مثل سایر کشورها همه باید پرداخت کنن، اما موضوع اینه که طریقه پرداخت کردن مالیات باید به چه صورت باشه و نظمش باید نظر من باید چه جوری باشه خیلی مهمه. ولی من میگم الان علاوه بر این مالیات که به مردم میان تو اداره مالیات پرداخت میکنن، خب اون درست، ولی من میگم به نوعای دیگه ما داریم مالیات رو داریم میدیم. مثلا یه دونهش ماشینه، فرض یه دونه تمندی که دونه تولید میشه 4 میلیون به توریه دارن میدن یا 3 میلیون فرضاً، به خود مردم رو دارنم 15 میلیون، میگن اون مالیات مردم دارن میدن، فرقی نمی کنه. یا فرضاً یه دونه تلویزیون LCD سامسونگ فرض میگم 46 اینچ، شما اینجا 2 میلیون پول بدی، ولی طرف میره فرضاً از بانه میاره که اونجا یه قاچاقچی میاره 1 میلیون داره میده. من فکر میکنم خب همه این پولی که به این صورت داره داده میشه، اینا اینو مالیاته. حالا اینا مالیاتهای غیر مستقیمه، اون مالیات مستقیمه. بله، در ارتباط با همون مالیات مستقیم، شما الان، حالا من نمیدونم شغلتون چیه، آیا تا آخر تیر ماه، یعنی تا آخر این هفته باید در واقع مالیاتتون رو پرداخت بکنید و یا اون فرم رو بفرستید؟ آیا این کار کردید؟ نکردید هنوز؟ بله، از نظر من باید پرداخت بشه، خب خیلی بهتره. به شخص شما یعنی این کار رو کردین؟ بله، ولی به شرطی که مجبوریم آخه بکنیم، نکنیم که جرایم بهش میخوره. البته از نظر من وقتی آدم پرداخت میکنم، دوست داره اون اواید پرداخت مالیات رو ببینه،
ولی وقتی گرانجا پرداخت کنی به نظر من بعد مثلا یه طرف وقتی بیمارستان میخواد داره دیگه نباید غم و غصه بیماری و مریضی دیگه داشته باشه، یا به همین عنوان مسائل دیگه که بغل هستش، یعنی خدماتی که بخوام بدن باید خدماتی بشه که آدم با میل و رغبت بده، ولی بیشتر مردم خب زیاد تمایلی ندارن به خاطر اینکه اون خدمات رو نمیبینن. بله ممنونم از نظر شما. امیر از تهران. بیننده دیگری از کانادا روی خط هستن، اسمشون رو من دقیقا متوجه نشدم. بله بله ایرج از کانادا، سلام به شما، بفرمایید. درود به شما و شنونده ها و بیننده های شما. خواهش. مردم مالیات رو به منتخبین خودشون میدن، اینایی که در ایران حکومت میکنن اینا دولت منتخب مردم ایران نیستن، اینا یه سری اراذل و اوباش هستن که پول از مردم میگیرن، اگه مالیاتی هم بگیرن صرف سرکوب مردم مبارز و شجاع ملت ایران میکنن، که مردم به هیچ وجه تا اونجایی که امکان داره نباید یک همچین پولی رو در اختیار این اوباشان بذارن که بتونن مردم ایران رو سرکوب کنن. بله آقای ایراد، شما کانادا هستید، در کانادا به هر حال دولت‌های مختلف سر کار میان یا کشورهای دیگه ای که انتخابات در اونها انجام میشه، اما به هر حال مردم مالیاتشون رو میپردازن. شما فکر میکنید چه دلیلی داره که در ایران سیستم به این صورت نیست و به هر حال همجور که شما میگید ممکنه یه عده اینطوری فکر بکنن؟ یعنی آیا از قوانین، از فرهنگیه که بین مردم وجود داره، دلیلش چی میتونه باشه؟ البته این دلیلش هم مردم هستن، همین این همین جماعتی که دارن بر مردم به اصطلاح اعمال حکومت میکنن، این اینا اینا در مقابل پولی که از مردم میگیرن به مردم پاسخگو نیستن، حتی پاسخگو مسائل جاری مردم نیستن، اینا واقعا یک سری اراذل و اوباش هستن، اینا اصلا مالیات اینا همه اسمیه که اینا اوباشگری بکنن، اینا از مردم باجگیری بکنن. مالیاتی که اینجا ما میدیم، ما به نسبت به درآمد اون مالیات میدیم، خیلی هم خوشحال هستیم که میدیم، به خاطری که خدماتی که به ما میکنن، من نصف شب هر وقت مریض بشم تلفن میزنم میان اینجا منو میبرن بیمارستان بدون که دهشی از من پول بگیرن، من از بیمارستان اخراج میکنن و تا لحظه ای که احساس کنن من احتیاج به کمک خدمات پزشکی دارم منو اونجا نگر میدارن با احترام. بله معلومه که من اینجا پول میدم دلم هم میخواد مالیات بدم و مالیات دادن به هم زور نمیاره، ولی اگه قرار بشه مالیات از من بگیرن بخوان دستبند بزنن به مردم، مردم شکنجه بکنن، به مردم تو زندان تجاوز بکنن، مردم از حقوق حقشون باز بدارن، خب معلومه که نباید اصلا این برخلاف شئون انسانیه که آدم به همچین اراذل اوباش مالیات بده یا هر پولی به هر عنوانی کمک بکنه. بله ممنونم از نظر شما ایرج از کانادا. اما ماندانا همراه ماست که ببینیم نظرات شما در فیسبوک، وبلاگ و ایمیل رو. حتما میخواستم اول با ایمیل مانی از تهران شروع کنم. مانی در ایمیلش گفته که پرداخت مالیات در کل کار پسندیده‌ای هست که دولت بتونه از محل دریافت مالیات هزینه‌های کشوری و لشکری رو تامین کنه و به مردم آسایش و امنیت بده، اما نه در کشوری که انواع ذخایر رو در خودش جمع کرده و دولت سالیانه میلیاردها دلار از محل فروش این ذخایر میگیره و هیچ کاری هم نمی‌کنه. در ادامه نوشته که من خودم حسابدار هستم و به شخصه هیچ اعتقادی به پرداخت مالیات ندارم و شرکت‌هایی که منو جذب هم از من میخوان که فرار مالیاتی براشون انجام بدن و حق دارن، چون دولت هیچ گونه خدماتی به صاحبان تولید که نمیده، هیچ، باعث کمبود مواد اولیه هم میشه. مگر این دولت مثل سایر کشورهای اروپایی بهداشت، تحصیل و غیره رو به صورت رایگان در اختیار مردم میگذاره که حالا میخواد مالیات هم بگیره. کوروش از تهران هم گفته که مالیات در اقتصادهای معنا داره که اولا اون اقتصاد شفاف باشه و در ضمن مالیات دهنده همراه با دادن مالیات بتونه از خدمات دولت و تضمین امنیت سرمایه انسانی و مالی خود مطمئن باشه. در جمهوری اسلامی به خاطر ساختار کاملا حکومتی اقتصاد و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی، اکثر مردم پرداخت مالیات رو نوعی پول زور میدونن و خب خیلی‌ها به این مسئله اشاره کردن. مشی توی فیسبوک ما هم که الان صفحه‌شو میذارم سوالو پرسیدیم از بیننده‌ها که اهمیت مالیات رو در چه میدونن،
بیننده که خودش رو به عنوان مریخ معرفی کرده گفته که در کشورهای پیشرفته مالیات به این دلیل گرفته میشه که به شهروندان خدماتی داده بشه، ولی در ایران که از این امکانات خبری نیست، دادن مالیات معنی نداره. مردم اگر بدونن براشون خدمات شهروندی در نظر گرفته میشه، فکر نمی‌کنم مخالفتی با دادن مالیات داشته باشن، با اینکه میدونن کشور ثروتمند ما نباید منتظر مالیات باشه. اگر همه این کمک‌های انسان دوستانه که به کشورهای تروریست داده میشه خرج مردم خودمون میشد، ایران ما آباد میشه. بهزاد در فیسبوک نوشته که پرداخت مالیات از طرف مردم میتونه به رفاه اجتماعی جامعه کمک کنه، اما نه در ایران. و گفته در آلمان از مردم مالیات میگیرن، اما فقط از کسانی که کار دارن و از اون طرف به بیکاران حقوق میدن. گفته که تمام مغازه‌داران مالیات نسبتاً سنگین میدن و مالیات ماشین، خونه و غیره، ولی از اون طرف تمام بیکاران، پناهندگان، ناتوان جسمی و افراد مسن حقوق بیکاری دارن. در ادامه نوشته که تمام آنچه مربوط به بیمارستان و عملهای جراحی و دندانپزشکی هست مجانی است، آنچه نیاز اولیه انسان نیست گرونه، ولی مواد غذایی که نیاز اولیه هست ارزونه. اما در ایران اگر کسی پول زایمان بچه نداشته باشه باید چه کار کنه؟ مواد غذایی روز به روز گرون میشه و معلوم نیست که این مالیات ها کجا میره و چه میشه. و بیننده دیگری به نام آقای باقرزاده در جواب این سوال که گفتیم اهمیت مالیات رو در چه میبینید، گفته که در فرار از آن، و نوشته که در ایران هیچ کی مالیات نمیده، هر کس به نوعی در صدد فرار از مالیات هست. و در انتها هم یک پیام تلفنی داریم در همین مورد که اگه موافقه با هم گوش بدیم. حتما. از کانادا تماس میگیرم. خود دولت ها هستن که با عملکرداشون این حس ملی رو در مردم میتونن تقویت کنن که وظیفه دارن مالیات پرداخت کنن، و یا برعکس. مثلا در کشورهای آزاد دموکراسی خواه وقتی مردم میبینن با پرداخت مالیاتاشون دولت ها، شهرداری ها هر سال بیان منتشر میکنن و نشون میدن که این مالیات ها رو صرف بهبود وضعیت زندگی مردم میکنن، پس مردم مشوق دارن برای پرداخت مالیات. اما در کشور استبدادی مثل ایران، اتفاقا در شرایط فعلی، در کشوری که تمام تک تک اعضای دولت و رژیمش خودشون از مالیات فرار میکنن و 90% نقدینگی اون مملکتو این قشر خاص در اختیار خودشون دارن، وظیفه ملی مردم هست که با نپرداختن مالیات ها چیشه به ریشه این رژیم بزنن و در جهت سرنگونی این رژیم تلاش بکنن. این یک وظیفه ملیه. خب ببینیم که نظر امیر از آبادان چیه. شما روی خط هستید. سلام، نظرتون درباره مالیات. الو. بله بفرمایید. الو. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. عرضم خدمتتون که من یه سوالی داشتم، می‌خواستم جواب آقای حسین از آلمان رو بدم. البته فهمیدم که توهین کردم به مقامات امیر از آبادان، صدای شما اصلا خوب نیست، الانم خوب قطع شد. اما علی از تهران، سلام، شما رو به خط هستید، بفرمید. سلام به روی ماه شما. خواهش 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 باشید. میگم سلامت باشید، بفرمایید. صدای گیرندتون لطفا کرد. علی هم. بله بله، من علی هم قربون. خواهش میکنم. بله علی از تهران، صدا گیرندتون رو لطفا کم کنید. خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید. من 79 سالمه. زنده باشید. 79 سالمه، سنم بالاست. 45 ساله دارم مالیات میدم. دفتر داشتم، دفتر منو رد کردن، علرش کردن، هر سال 20% اضافه کردن، در صورتی که مال همه رو به این 15% امسال اضافه کردن، که این کار درستی نیست، چون اقتصاد مملکت اینقدر خرابه نسبت به گذشته باید مالیات نصف میشد، ولی متاسفانه 15% نسبت به سال گذشته 88 اضافه کردن و میگیرن. نه مردم مالیات میخوان ندن، ولی میگیرن.
بله. میگیرن، حالا این پولا رو چی کار میکنن خدا میدونه دیگه، احتیاجی نیست من بقیهش بگم. مشخصه که حرف مل میشه از بین میره، متاسفانه خرج مملکت ما نمیشه. من راضی نیستم این پولو که دارم میدم، حالا وقتی که راضی نبودم برکتم نداره. بله. خدا نگهدارتون. ممنونم از شما. آقای علی از تهران بودن. اما آقای زمانی، آقای هادی زمانی اقتصاددان هم همراه ما هستند. آقای زمانی، به هر حال نظرات رو شما شنیدید، نمیخوایم درباره اونها صحبت بکنیم، اما یکی دیگه از مسائلی که مطرحه در مورد نظام مالیاتی در ایران و همطور که همین بیننده اخیر اشاره کردن، علی گفتن که راضی نیستیم، یه مسئله دیگه وجود داره. برخی هستن در ایران خمس و زکات میپردازن. این قضیه خمس و زکات اینجا چی میشه که اونها اعتقاد دارن چون اون رو میپردازن دیگه نباید مالیات بدن؟ ببینید، توی نظامی که 1400 سال پیش وجود داشته، خب خمس و زکات همون مالیات بوده. اما در اقتصاد مدرن فعلی اگر بخواد این خمس و زکات اجرا بشه، مالیات هم باشه، اینا با هم تناقض پیدا میکنن، شدنی نیست. یه تاجر 20% یک پنجم درآمدش رو، یه تولید کننده 20% درآمدش رو خمس زکات بده، بعد بخواد مالیات هم بده، خب این یه پروژه نشدنیه. بالاخره یکی از این داها قربانی اون یکی دیگه میشه. در مجموع در ایران وضعیت مالی نهاد مذهب روشن نیست. در کشورهای دموکراتیک نهاد مذهب مثل نهادهای مذهبی، مثل همه نهادها، وضعیت مالیشون رو از سالانه گزارش میدن به مردم، به نهادهای دولتی گزارش میدن و روی اون بخشی که باید مالیات بدن مالیات میگیرن و سعی نمی کنن نقش در مقابل دولت یه دولت دیگه به وجود بیارن و مالیات بگیرن. در ایران این وضع ابهام وجود داره، ناروشنی وجود داره و این به اعتقاد من به عنوان یک مانعی در برابر استقرار دموکراسی و توسعه اقتصادی کشور عمل میکنه. این مسئله جدی هستش که باید برخورد بشه. عمدتاً درآمد نهادهای مذهبی باید جنبه از کمک‌های خیریه‌ای باشه که مردم به این نهادها میدن و اگر درآمدهای دیگه هم دارن باید رو اونها، اگه مالیات پذیره باید مالیات بدن و باید کلیه درآمدهاشون روشن باشه، اعلام بکنن، به خصوص اگر از نهادهای سیاسی پشتیبانی میکنن از طریق این کمک‌های مالی باید حتما اعلام بکنن. این در ایران روشن نیستش و تا زمانی که این وضعیت مالی نهادهای مذهبی روشن نشه، استقرار دموکراسی در ایران با دشواری مواجه خواهد بود و حتی سیستم مالیاتی هم دچار مشکل خواهد شد. بله، ممنونم از حضور شما در برنامه. آقای زمانی، اگر مورد خاصی رو میخواید اشاره بکنید بهش، یه فرصت خیلی کوتاهی هست، اگر نه که من از شما تشکر میکنم. در اینجا وقت ما با شما به پایان میرسه. فقط یک عبارت بگم که صحبتم رو خلاصه بکنه. سیستم مالیاتی بر یک قرارداد اجتماعیه در سیستم های دموکراسی بین مردم و دولت. دولت خدمات ارائه میده، مردم هم هزینه‌شو طبق این قرارداد اجتماعی داوطلبانه از صمیم قلب میپردازن. ولی وقتی که دولت به سمت حکومت، به سمت دیکتاتوری بره، دیگه این قرارداد اجتماعی رو پاره میکنه. در اون موقع سیستم مالیاتی با سرعت تبدیل به یک سیستم خراج میشه، خراجگیری و باجگیری میشه دیگه. بله. اون ماهیت قرارداد اجتماعی مزمحل میشه. بله، ممنونم از حضورتون در برنامه. آقای هادی زمانی اقتصاددان از لندن، سپاسگزارم. خواهش میکنم. صفا از دانمارک شما روی خط هستید، سلام بفرمایید. درود بر شما. من ضمن تشکر از شما و مهمون و برنامه‌تون می‌خواستم بگم در هر کشوری مالیات پرداخت می‌کنه. مایی که تو دانمارک زندگی می‌کنیم مینیمم حدود 40% مالیات پرداخت می‌کنیم. شما باورتون نمیشه توی آمریکا که 40% در یک کشوری مالیات بدن. اما در یک دولت که دولت از مجلس درست میشه، یعنی از مجلس درست میشه و در مجلس نمایندگانی نشستن که مال احزاب مختلف هستن، زمانی که اکثریت دولت رو درست میکنن، اقلیت به عنوان مخالف این اکثریت در مجلس نشستن و کوچکترین اشتباهی بکنن، این اقلیت یخشون رو میچسبن. به انضمام اینکه مطبوعات آزاد
آدم با اگه کوچکترین کاری دولت بکنه اشتباه باشه فوراً تمام اینها اعتراض میکنن. در کشور ایران و امثال کشور ما، کشور ایران، یه همچین چیزی نیست. یعنی دولت هر کاری رو بخواد انجام بده انجام میده و این وسط کسی نیست و جایی نیست و ارگانیزاسیونی و اپوزیسیونی وجود نداره که بیاد ایراد بگیره از اینها و اینا هر کاری بخوام بکنن میکنن. بنابراین در کشور نروژ که هم نفت داره و هم مردمش مالیات بالایی میدن، مملکت به طور عادی میگذره. متاسفانه در کشور ما اینجوری نیست. سپاسگزارم از دوست شما. ممنونم از شما. صفا از دانمارک بود. اما پرداخت مالیات و اینکه چه نوع نظام مالیاتی باید در کشور حاکم باشه یکی از مباحثیه که بسیار در آمریکا مطرح بوده و گاه یکی از موارد اختلاف بین دو حزب عمده این کشور، یعنی حزب دموکرات و جمهوری خواه بوده. از چند شهروند آمریکایی پرسیدیم که به نظر شما چه نوع نظام مالیاتی رو منصفانه تر میدونه. به نظر من منصفانه ترین روش مالیاتی اینه که همه مالیات پرداخت کنن، حتی شرکت های تجاری بزرگ. در حقیقت همون نظام مالیات تصاعدی که بر اساس درآمد و توان فرد حساب میشه نظام مناسبیه که البته انجام دادنش کار سختی، ولی بدون شک شرکت های بزرگ و افراد پولدار نباید مستثنا باشن و باید سهم منصفانه خود رو از مالیات پرداخت کنن. ما از جمله کسانی هستیم که مالیات به متعلق میگیره و البته افتخار میکنیم که جزء مالیات دهندگان هستیم، چون فکر میکنم که این یکی از مهمترین وظایف یک شهرونده. من فکر میکنم مالیات ثابت روش خوبیه، البته بستگی به درآمد هم داره. مالیات ثابت هر چقدر درآمد داشته باشی نسبت به همون مالیات میدی. منصفانه ترین راه اینه که کسانی که درآمد پایینی دارن مالیات ندن و در عوض کسانی که درآمد خیلی بالایی دارن مالیات بیشتری بدن. فکر میکنم که سیستم مالیاتی ما ایرادهای زیادی داره که عامل خیلی از مشکلات امروز ماست. ما احتیاج به یه سیستم سازنده داریم که تا یه سر از درآمد رو از مالیات معاف کنه و به بعد از اون یه مالیات ثابت تعلق بگیره. خب آخرین بخش نظرات شما در فیسبوک، ایمیل و وبلاگ برنامه. بله مشید. خب توی فیسبوک ما این سوال رو گذاشته بودیم که اهمیت مالیات رو در چه می‌بینید؟ بهروز از دسفول گفته که در ایران مالیات فقط از کارمندان و افراد متوسط و ضعیف که اکثریت جامعه رو تشکیل میدن گرفته میشه و افراد ثروتمند که معمولاً بیشتر از سران رژیم هستن مالیاتی پرداخت نمی‌کنن. اگر هم پرداخت کنن ناچیز است. هیچ کس هم اهمیتی نمیده زیرا صدای کسی به جایی نمی‌رسه. مسعود از اصفهان هم نظر مشابهی داره. گفته که مالیات برای پیشرفت هر کشوری لازمه، اما اگه در جهت دادن خدمات به مردم باشه. متاسفانه در ایران مالیات میگیرن و بعد صرف سرکوب مردم میکنن. معمولا هم مالیات از قشر کارمند و فقیر جامعه بیشتر گرفته میشه، چون این قشر راه فراری ندارن. از سپاه و خودیا هم که مالیات نمیگیرن، نتیجه این که سرعت پیشرفت توی کشور بسیار کند هست. و یک سوال دیگه که توی فیسبوک گذاشتیم و نظرسنجیش رو هم انجام دادیم این بودش که به نظر شما مردم ایران باید مالیات بدن یا نه؟ این صفحه نظرسنجی ما هست اگه بتونم بازش کنم که گزینه ها بوده بله و خیر، اما این امکانم گذاشتیم که بیننده ها خودشون گزینه اضافه کنن و یکی از گزینه هایی که اضافه شده این بوده که به این رژیم مالیات نمیدهم ولی به یک نظام دموکراتیک پاسخ بود. چرا که 10% این رو انتخاب کردن، 65% گفتن خیر و 25% هم گفتن که بله مردم ایران باید مالیات بدن. دن نوشته که نه، چون در مقابل پرداخت مالیات دولت وظیفه سرویس رسانی داره، بهداشت، درمان، آموزش، راه ها و جاده ها، در صورتی که چنین خدماتی در ایران یا نیست یا عمومیت نداره. نبی هم نوشته که نه، چون ایران نفت داره. اما نسترن در جواب نبی گفته که نفت داشتن دلیل نمیشه که مردم مالیات ندن. مالیات برای ساختن کشور، مشکل در ایران اینه که پول مالیات میره تو جیب دولت و خرج مردم نمیشه. نروژ هم نفت داره ولی 36% حقوق مردم میره به مالیات و این پول هم برای مردم کشور استفاده میشه. و نیما هم از کسانی بوده که گفته که
نباید مردم مالیات بدن، چون دزدیده میشه، صرف خود دولتی ها میشه و خرج سازندگی مملکت نمیشه. خب من دارم میدونم نظرات بیشتر از اینا بوده، ولی خب فرصت نبوده نظرات مشابه رو خوندی. حالا این آخرین بخش بود، ولی فردا شبم دوباره برای موضوع بعدی برنامه حتما با هم خواهیم چی هست موضوع فردا؟ موضوع رو الان برای بینندگانمون میگم که دخالت دولتی در سینمای ایران، میدونید که پدیده تازه‌ای نیست و دست‌اندرکاران سینمای ایران همواره دخالت‌های دولت رو یکی از موانع ساختاری در رشد و گسترش صنعت سینمای ایران دونستن. اما با روی کار اومدن مدیران جدید در معاونت سینمای وزارت ارشاد، شدت دخالت‌های دولتی از حد همیشگی اون خارج شده و چنان شده که کارورزان سینما از دولتی شدن همه جانبه سینمای ایران ابراز نگرانی شدید کردند. در برنامه فردا شب در مورد وضعیت سینمای ایران صحبت خواهیم کرد و نظرات شما رو خواهیم شنید. مهمان برنامه فردا شب روی خط پرویز جاهد، کارشناس سینما، نویسنده و منتقد فیلم. راه‌های تماس با ما، خب یکی از راه‌ها پیامگیر ما هست. میتونین اگه دوست دارین با صدای خودتون نظرتون پخش بشه، با تماسگیر ما با پیامگیر ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو ضبط کنین. شماره ما 202-205-9942 داخلی 92 هست. راه‌های دیگر وبلاگ برنامه هست، روی خط.blogspot.com، ایمیل ما روی خط@voanews.com و البته فیسبوک ما facebook.com/voataki. بله ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید در برنامه. فردا شب هم حتما روی خط بیاید، نظراتتون رو در مورد دخالت دولت در سینما بگید. ممنونم، خدا نگهدار، تا فردا شب.